Unii sama sama varca sama. Odas. Pomanski, ai zis pomanski ara ca ce bia mochi. Kaška, kaška. Mulai imam darigi bia. Fida, că nu rămșe. Oh, ma basai da, basai. بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینین یکی از هموطنان ما، یکی از هموطنان با احساس ما، واقعا توجه خاصی به این کرده که تا بیارد یک فرش و قسمی که شما میبینین واقعا احساس از این برادر ما قابل قدر است. بخاطر از این که در قسمتی از پل سوخته هموطنان ما زمانی که نماز میخواندن نبود یک جای نمازی که بعد. سلام علیکم بیدر. علیکم السلام، زنده سلامت باشی بیدر. اسم شما چی هست برادر؟ الطاف امیری هستم. خب برادر عزیزی را بگوین که چطور به شما انگیزه ای پیدا شد که بیار اینجا فرس بخیر آوار بکنیم؟ بیدر من از اینجا مرور میکردم یک دو شب پیشتر، دیدم برادران زیادترش ساعت بدن، زیادترش شال انداخته بدن، زیادترش کسایی که پتو چیزا داشتن استفاده میکنن، زیادتر مردم ما منتظر بودن که برادران خلاص شوه یا نمازگزارای دیگه اونجا نماز ادا کنن. من دیدم وقتم جگرخون شدم که باید یک چیزی می بود که زیادتر برادران ما جماعت هم می گرفتن، دیگر هم می گرفتن، مگم چون نشد گفتم زنم یک نیت کردم که هر وقت اینجا مرور کنم نگه جای نماز باشه که درخن بیارم من مردم خدا ادا کنم اینجا.
آیا تنها حکومت مسئولیت از این را دارد در قبال وطن یا ملت هم در قبال وطن، هموطنان ما را در قبال بازسازی و آبادی وطن سهم باید بگیرند؟ میدرخان این ملت تنها از وطن است، این ملت این وطن تنها از دولت نیست که دولت باشه، این وطن هم ماست. تنها دولت نمیتونه کم کار کنه، باید ما شریک باشیم. ما میدرخان دست به دست بتیم یک وطن بسازیم. تگه نمیشه کار کار باور بریم بگیم دولت است دولت میکنه، نه چیزی که واسه توانم میشه میتونیم کده همون انجام میدیم. شکر، بخیر باشین. خداوند شما را اجر به پایان نصیب بکنه و واقعا احساس شما قابل قدر است. همون تو که آوردین مثلا نمیجا جای نماز آوردین تا هموطنان ما میبینین که نماز هم ادا میکنن و واقعا به دیگه هموطنان ما چه پیام دارین در خارج از کشور، داخل از کشور که زندگی میکنه، چگونه یافتین پل سوخته کابل از سابقش کده، چه تغییراتی در پل سوخته شما میبینید؟ حالا من یک چند شب پیشتر در پل سوخته میمان بودم، یک دوست مرا میمان کرده بود دیگه. من گفتم بدر خان که اونجا بسیار جای پدری ها بسیار جای خراب بود، چطور کنم برم و چطور مور کنم از اینجا؟ من دیگه موترم پیش من نبود، دیگه توکل به الله تیر شد. دیدم که بسیار چراغان و بسیار جمع جوش باشه، شاید یک پارک تو شده باشه، یک پارک باشه. حالا میبینم که در خانه پل سوخته است دیگه. واقعا بسیار خوشحال شدم، بسیار احساس خوشی کردم که این جای بود که جای پدری ها بود دیگه. حالا بسیار جای مقبول ساکن اینجا، مردم نماز میخوانند دیگه، میخوانند تا سالا نماز خوانده نشده بود. چرا جای نبود که نماز مردم اینجا نماز عطا کنند؟ این جای بسیار کثیف، جای بسیار مردار بود دیگه. بعدم خوشبخت بری هستیم که مردم شو که نماز میخوانند دیگه، میخوانند دیگه. از مردم دیگه خواهش امیر دارم پدر خان، چی دوست توانتون میرسه، کوشش کنیم به مردمتون کمک شویم. زنده باشین جناب امیری صاحب. بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینین سعی ببینین هموطنان عزیز چقدر هموطنان ما با احساس هستند که میان در اینجا خریداری میکنن. مثلا بعضی هموطنان ما گلها را میارن، بعضی هموطنان ما مثلا امروز جناب امیری صاحب آوردن جای نماز تا هموطنان ما مون نماز بخونن. قسمی که در بک‌گراند شما تماشا میکنین هموطنان ما نماز ادا میکنن که واقعا خداوند اینا را مجر بده، خداوند در مال و اموال از یا خداوند برکت پرته تا بتوانند اینها بیشتر کمک کنند. قسمی که شما میبینین هموطنان ما از طریق اینترنت میخوان لایف همین قسمتی از پل سوخته را ببینن که به دوستای خود زنگ زده. سلام برادر عزیز. سلام برادر، خوب هستین؟ شلا شکر، شما خوب هستین؟ کدام دوست ماست که زنگ زده و از کجا زنگ زده؟ این برادر ما است، تقریبا 7-8 سال که رفت اروپا مهاجر شده. در کجا هستن بخیر؟ سویدن هست. سویدن هست. بله. سویدن میبینن پل سوخته را. بله بله. حالا سابق بود دیگه در پل سوخته یا نبود؟ خیلی 14 ساله بود که اینجا بود دیگه. اوهو. بله. حالا بگوش که بگو سابق چه رقم بود، حالا چطور شده؟ نه خیلی خوشحال شد، خیلی هم تشکری کرد، خیلی هم خوشحال شد. حالا شما هم خوشحال هستین که وضعیت رو میبینین؟ با خدا من خودم خیلی خوشحالم. تا چند مدت پیش همین فکر بودم که خدا کجا برم، بعد اینجا آمدم. خیلی تغییرات آمده، خیلی کشورم خودم و وطن خودم خیلی دوست دارم دیگه. پشیمان شدم، گفتم همینجا میمونم، هیچ جا نمیرم. ایران بودی؟ آره ایران بودم. ایران چطور از پارکاش نسبت به اینجا؟ ایران هیچ، هرچم زیبا باشه، هرچم زیبا باشه، برای ما اصلا خوش تیر نمیشه. درست پارکای قشنگ و زیبا دارم، ولی به خاک خودمان، به مادر خودم نمیرسه. خب حالی اندیوال ما چی پیام داره به دیگه؟ حالا که پل سوخته را میبینی چطور است نسبت به سابقش؟ خدا شکر بیادر، خدا شکر. حال تو در سویدن خواه هستیم، پل سوخته جور شد، تو درکت مالیم نسوان دیوال.
انشاءالله جور میشه آیا فکر میکردی که پول سوخته یک روزی تو جور شوه؟ والا ما فکر نمیکردم، بازم خدا رو شکر، خدا رو شکر. والا خوشحال هستی انشاءالله؟ خیلی خوشحالم. والا دوستای شما از اقارب شما کدام کسی معتاد بود که شما والا جور شده باشه؟ آره کی بود؟ خیلی هم بچه های منطقه ما بودن. والا خوب شدین، جور شدین؟ الان هم که امارت آمده، امارت اسلامی آمده دیگه، اونا رو درست کرد، دکتر بود، شفاخانه برد، الان هم جوره. جور از حالا در کنار خانواده های بله در کنار خانواده. خدا را شکر، خدا را شکر. دیگه چی پیام داری به ملت، به حکومت ما چی پیام داری، به شاروالی چی پیام داری؟ خیلی تشکر، اول خیلی تشکر از شاروالی محترم میکنم، دوم از هموطنان خود، از جوانان هموطنان همشهری خود خواهش دارم که همینجا بمونیم. هیچ کشور، من خودم 14-15 سال ایران بودم و جز بدبختی و همیشه دلتنگ بودم. دیگه الان هم که اینجا دارم میبینم که در از جور میشه، خیلی خوشحالم. زنده باشین، بخیر. اسم شما رو نفهمیدم. اسم ما اسد. اسد جان، اندیوالام از طرف ما بسیار سلام ها بگو. خداوند شما رو هم سلامت، جور سلامت داشته باشه. دیگه کمره بی جناب مرزایی صاحب، اینا در سویدن هستن، هموطنان عزیز خواستن که از طریق ای دوست برادر ما اسد جان ببینند پل سوخته را، و واقعا جای افتخار است که وطن ما روز به روز آباد شده میره، بازسازی شده میره. هموطنان ما علاقمند به این شدن که از خارج بیان به دیدار پل سوخته. واقعا اینجا هیچ ناممکن بوده، در ذهن انسان نمی آمد که پل سوخته به این شکل پاک شود و هموطنان ما ساعتها وقت خود در اینجا سپری بکنند. تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشیم، شمایی که در اروپا هستین بیاین بخیر به وطن، وطن انشاءالله روز بر روز جور شده میره، و این ملت تا که یک دست متحد نشه این وطن از جور کده نمیتونه. و انشاءالله تمام افغان هاست فعلا در کشور ما یک نظامی خارجی نیست، بجز انمی افغان های ما شماست که این وطن، بجز انمی افغان ها دیگه هیچ کسی نمیتونه جور کنه. چطور از وطن دار؟ واقعا نان کی بیری تو را میگه برو کسیف، میگه برو چی میکنی؟ بله، من خیلی زجار کشیدم ایران، خیلی دلتنگی ها، همین که به ما میگه افغانی کسافت، همین میگه، واقعا خیلی گریه کردم، خیلی دلتنگ شدم دیگه. بازم چند سری دیگه هم آمدم زمان دولت چند سری آمدم ردی مرد شدم اینجا، بازم پشیمان شدم، بازم اینجا بید همینجا، بازم مجبور میشدم میرفتم. حالا چند ساعتی تیجه سپری کردی؟ الان الان که یا از صبح آمدی همینجا؟ از صبح همینجا، وقت خوشحالم، خیلی خوش میگذرد. تشکر، واقعا خیلی تشکر. زنده باشین. بیننده های عزیز جهان، سپاس شکران هم از شما که تا این دم با ما بودید. تا ایدار بعد انشاءالله در خدمت حاضر میشیم، شما را به الله پاک بنیاز مسپاریم. شب و روز خوش داشته باشین.